برای خنثا کردن اثر تحریم ها، فعالسازی کانال های جدیدی که بتونه تسویه های بانکی در مبادلات بین المللی، ایجاد مسیر پرداخت جدید و پیام رسانی جدید، هر دو، هم پیام رسان مالی غیر قابل رصد از منظر تحریم کنندگان و هم مکانیسم ها و سازوکارهای تسویه مالی، هر دو در دستور کار قرار گرفته، با برخی از کشورها به شکل فعالانه با استقبال اون کشورها وارد حوزه عملیاتی شده کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه هم پیشنهاداتی در خصوص برخی از کشورهای همسو مطرح کرده که بتونه تأثیرات منفی تحریمی یا نهادهایی مثل FATF رو در این زمینه کاهش بده، که اون گفتگوها هم همچنان در جریان هست. به محض اینکه به نتیجه برسه حتما از سمت دوستانمون در بانک مرکزی نتایجش اعلام خواهد شد.